خانم بهبانی، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. میخواستم صحبت رو با کودکی شما شروع کنیم، از زمان تولد. خب میدونیم که شما در 28 تیر ماه 1306 به دنیا اومدید. پدرتون نویسنده و مترجم و روزنامه‌نگار شاخصی بود در اون زمان و مادرتون هم دختری تحصیل کرده و شاعر بود. شما در محیطی فرهنگی رشد کردید، بزرگ شدید، هرچند در اون زمان ظاهرا پدر و مادرتون از هم جدا بودند. اگر خودتون از دوران کودکی و از پدر و مادر خودتون و محیطی که در اون بزرگ شدید برامون بگید، ممنون میشم. من مادرم که واقعا میتونم بگم زندگی خودم رو مدیون او هستم، دختری بود در یک خانواده فرهیخته. پدرش به اصطلاح اون موقع میگفتن که درجه چیزی داشته، نظامی بوده، درجه چیزی در حدود سرتیپی سرلش لشکری داشته و یک خانم و یک آقای سوئدی را یک وقتی دیده که در ایران سرگردانن و میخوان جایی داشته باشن، غنیمت میشماره و از اونها دعوت میکنه که بیان در بیرونی خانه. اون وقتا خانه ها بیرونی و درونی داشته، میگفتن اندرون و بیرون. به اصطلاح این خانم آقا رو در بیرونی خانه مسکن میده و از اونها پذیرایی میکنه، همه مخارجشون رو به عهده میگیره، به شرط اینکه خانم آقا معلمی باشن برای سه بچه کوچه که پدر بزرگ من، که یکیش مادرم بوده و دو تاش هم دایی های من بودن. اینها هم قبول میکنن و زندگیشون البته پیش مادر بوده، پیش مادر پدر خودشون بوده، ولی تمام روز را میفرستادن پیش این پدر و پسر و پیش این پدر و زن و این بچه‌ها با اونجا در اونجا گوش میکردن به صحبت، قصه میشنیدن، الفبا یاد میگرفتن، الفبای زبان فرانسه یاد میگرفتن. طوری بود که بعد از اینکه مادر من بزرگ شده بود، عین یک فرانسوی و با همون لهجه میتوانست فرانسه را حرف بزنه و فرانسه را از روی کتاب بخونه. کتاب‌های زیادی خوانده بود و کاری هم که بعدها به عهده گرفت، تدریس زبان فرانسه در مدرسه ها و در دانشگاه و اینجور جاها. مادر من شوهر کرده بود قبل از، یعنی شوهر کرده بود به یک مردی که آقای عباس خلیلی بود، مدیر روزنامه اقدام، حتما اسمش رو شنیدید. این پدر من روزنامه اقدام قبلا با سید ضیا کار میکرد و در اونجا روزنامه سید ضیا رو سرپرستی میکرد. بعد خودش آمد روزنامه اقدام را بنیان نهاد و در بنیان در اقدام کار میکرد و روبراه میکرد و هر شبم یک مقاله در اقدام داشت و خیلی خواننده داشت روزنامه اقدام و خیلی هم دوستش داشتن. مادر من هم شاعر شده بود توی خونه پدر من. یک شعر خیلی قشنگی که حالا تمامش یادم نیست، ملک را از خون خائن لاله‌گون باید نمود، جاری از هر سوی کشور جوی خون باید نمود. اون موقع معروف بود که خب باید جنگید با ستمکاران و نمیدونم از خون خائن زمین کرد اینا، اینطوری میخواستن که مملکت آزاد کنن و مملکت درست کنن. در واقع شعر شبیه شعرهای مثلا فرخی یزدی و مادر رو این بله اینطوری کار میکرد. آقای خلیلی این شعر که به دستش رسید و فهمید که مالی دختری، خیلی تعجب کرده بود و خوشحال شده بود و بعد همون ساعت ندیده عاشق مادر من شده بود. و یک دوستی داشتیم به اسم گلین آقا که خدا رحمتش کنه،
دوست نبود، فامیل بود و بزرگ تقریبا همه کاره فامیل بود، مشورت با او میکردن و اینا. او رو پیدا کرد و خواهش کرد که بیاد با خواستگاری، و آمد خواستگاری مادر من. و پدرم وقتی فهمید که مرد فرهیخته ایه و خیلی خوب و اینا، اجازه داد و با هم دیگه، مادر منم که خب شاعر شده بود و خیلی هم تار هم میزد مادر من. مادر من اون موقع یک خانم مشاقی بوده که چیز بوده، کلیمی بوده. این در خانه های اعیان میرفته و بچه ها رو تعلیم میداده، دخترها رو، چون دخترها رو نمیذاشتن پیش پسرها. خیلی نامعمول بوده نواختن تار برای یه دختر در اون زمان. بله، اون باعث شد که پدر بفرسته خواستگاری برای مادر من. وقتی که خواستگاری فرستادن، رفت توی اتاق و به رسم قدیم نشست و به اصطلاح خانم هایی که آمده بودن خواستگاری دیدن و پسندیدنش، و عروسی سر گرفت. خلاصه زن عباس خلیلی شد. ولی عباس خلیلی همون 15 روزه اول ازدواج محکوم شد به تبعید. تبعید در کرمانشاه. پدر 2 سال در تبعید بود و پیامی که میفرستاد و به اصطلاح خبری که میگرفت، اون وقتا تلفن و اینام که زیاد نبود و نمیشد، به دشتی که دوستش بود، علی دشتی، تلفن میکرد و اون خبر میگرفت از مادر من و به پدر من منتقل میکرد و تنها به اصطلاح تماسشون، تماس که نه، تنها با هم حرف زدنشون یا پیغام و پسقامشون همین چیز بود، از طریق علی دشتی بود، توسط آقای دشتی. تا اینکه پدر اونجا، حالا پدر 2 سال، پدرم یه خورده خیلی به شوختنی مشهور بود، یعنی نمیدونم چجوری بگم، که خیلی زن دوست بود، زنباره بود اصلا. پدر حالا اونجا بار خودش کارایی کرده بود و یا نکرده بوده، برمیگرده و مادر طوری وقتی که شنیده بود این برگشته، طوری دویده بود برای پیش بازش که اینجای سرش خورده بود به دیوار و مدتی گرفتار معالجه این بود. خب آمد خلیلی و اینا، ولی مادر حس کرد که خلیلی اون خلیلی گذشته نیست و خیلی هم مادر احساساتی و یا بچه خانواده‌ای بود که تک دختر بود و لوس به قول عامه، خیلی دلش شکست و اینا. اتفاقا یک روز هم دایه مادرم که جز سر جهازیش بود، اون آمد و گفت که خانم توی دفتر آقا در بیرونی یه خانمی نشسته، و مادرم دعواش کرده بود و گفته بود که به تو چه مربوطه و اینا، ولی همون ساعت قهر کرده بود و پاشده بوده یک تابلوی خودش دوخته بوده که دوتا کبوتر، دوتا گنجشک روش بودن که چیک چیک میکردن روی شاخه درختی، اینو ابریشم دوزی کرده بود روی یک تیک اطلس صورتی و توی یک قاب قشنگ گذاشته بود. پامیشه اینا رو از خودش شنیدم، برام تعریف کرده، پامیشه این پارچه دوخته شده رو از توی قاب میکشه بیرون و دایه و دختر دایه و همراهانش رو صدا میکنه، میگه درش که صدا کنی، میخوام برم خونه پدرم. همینطوری میاد منزل پدر، یا علامتی هم که میذاره همون خالی کردن قاب از اون دو گنجشک. میاد خونه پدر رو، بعد
مدت 3 ماه که میفهمه که خیلی حامل است و بعد از 9 ماه زایمان رو شروع میکنه و از قرار معلوم خیلی هم زایمان سخت داشته، من رو به میزاد و از اون قصه‌ای که تو دلش داشت خبر نداد به پدر من که زایده. یعنی پدر شما از تولد شما مطلع نشده؟ اصلا مطلع نشده بود تا 14 ماه دیگه با فشار قوم قشار اینا اجازه داده که پدر من رو ببینه. بله، مادر در زندگی من خیلی دخیل بود. بعد از که شروع کرد براتون شعر خوندن؟ بعد از مثلا چند ساله بودید که من 3-4 ساله بودم که با ملک و شعرهای بهار و اینها چیز میگرد معاشرت میکرد، شعرهای اونا رو یا به اصطلاح جواب میداد یا اینکه مثل اون پیروی میکرد اینا، ولی بر من نمیخوند راستش. میدونست من نمیفهمم چیزی دیگه. تو این فاصله یا پدرتون رو میدیدید اصلا؟ نه متاسفانه. اونم یه داستان چیزی داره. پدر من مادر من اصلا خوشش نمیامد که من با پدرم رابطه دارم، با اینکه روشن فکر بود این دلش نمیخواست و 3 سالم کوبیده بود که طلاق بگیره از این. و بعد دایه مادر من رو برمیداشت، گاهی از اوقات هم به مادرم نمیگفت، برمیداشت میبرد پلوی پدرم. پدرم منو میدید و نوازش میکرد و اونم زن گرفته بود. و مثلا من اون بعد دلشکستگی مادرم رو خوب فهمیده بودم و از خونه اون رفتن خوشم نمی آمد. مثلا یادم میاد یه روز پرتقال آوردن جلوی من، یک چیز گذاشتن رو گفتن بخور، گفتم خونمون یه همچی خور پرتقال داریم، من پرتقال رو نمیخورم. یا اینکه مثلا و هیچ وقت روی خوش به پدرم نشون نمیدادم. یه روزم روی زانوهای خودش من نشونده بود، نوازش میکرد، یک دسته اسکناس هم در آورد و داد دست من. من که نمیدونم اسکناس چی هستم، دیدم یه مشت کاغذ پارش کردم ریختم اون وقت. پدرم خیلی ناراحت شد و داد منو به تایه و بلند کرد زانوش داد به تایه و گفت ببرش دیگر هم نیارش اینجا، این بی تربیت. ما رو بردن و به مادرم که این خبر رو دادن خیلی خوشحال شد، گفت غلط کرد خوب و اصلا بچه من چرا اون لیاقت نداره بچه من رو ببینه و از یه حرف های دیگه. بعد اتفاقا بعد از 6 سالم، یعنی من 6 سالم درست تموم نشده بود، نه 6 سالم نشده بود درست نبودم چقدر، او منو شوهر کرد با آقای عادل خلعتبری که اونم روزنامه نویس بود. شوهر کرد و ما رفتیم از اون خونه دیگه، رفتیم به از اون خونه که در قوام سلطنه داشتیم، رفتیم به خیابان شاپور که بازارچه ای داشت و نمیدونم از اینجا چیزا، و یه خونه بزرگتری بود اونجا ساکن شد. ساکن شدیم و دیگه اینجا من تنها دلخوش، خیلی ناراحت بودم و غریب بود برام و اینا، ولی یه چی نمیگفتم و بچه ساکتی بودم. الحق اون آقای خلعتبری هم آدم مهربونی بود و به من خیلی مهربونی میکرد. بعد از 9 ماه حامله شد، مادر من حامله شده بود که زایید 2 قلو، که یکیش اسمش گذاشتن عادل پور، یکیش هم عادل دخت. عادل دخت خواهرم بود تا عادل پور 7 سالگی مرد، عادل دخت چند سال پیش مرد. خیلی دختر خوب، شاعرم بود، شعرم میگفت و بسیار مهربان، بسیار انسان. یعنی من در انسانیتی رو که در او دیدم در هیچ کس ندیدم. این دوتا رفتن، یعنی یک برادر من از مادر که مادریه مونده که اونم عادل فره. بعد ظاهرا تو خاطراتتون اونطور که نوشتید
چند سال بعد پدرتون رو میبینید، یعنی میاد دنبال شما، ولی به شما اصلا نمیشناسیدش. بله متاسفانه پسر پدر من که رفت، مادر منم که شنید این قضیه رو اصلا دیگه خوشحال شد که رابطه من با پدرم قطع میشه. ولی من الان یک غزل دارم که حالا یادم نیست که براتون بخونم. یه جاش میگه که شبهای بی پدر را، خلاصه شبهای بی پدر رو ملاحظه کردم، دیدم. الان شعر یادم نیست، ولی اسم اون شعر پشت عروسک فروشیه. پشت عروسکی با ایستاده بودم، عروسک رو نگاه می‌کردم و شبهای بی پدری خودم رو یاد می‌آوردم. و آخرش هم اینطور تموم می‌شد که یک کسی آمد اونجا یه ظرفی خرما آورد و تعارف کرد و ما رفتیم. بعد پدرتون اومد دنبال شما؟ نه، این گذشت تا ما از اون خونه که رفته بودیم و پدر من دیگه از خبر نداشت که ما کجا هستیم و اینها، تا یک روزی که دیگه من شده بود 11 سالم، دیدم که خونه بودم در میزدن با یک کلفتی هم داشتیم که از زمان همون مکرم و سلطان جد پدری من تو خونه ما این ور و تو خونه اقوام من بزرگ شده بود و بچه دار شده بود و همه چی زندگیش با ما بود میشناخت زندگی من. این آمد دم در و من رفتم دم در، در رو باز کردم، دیدم یه آقایی دم در، گفت سیمین تویی؟ بعد شروع کرد گریه کردن. من ترسیدم این چیه که آمد اینجا، هم اسم من رو میدونه هم گریه میکنه. نه دویدم تو خونه، گفتم ایران خانم بیا ببین چیه. اون دوید دم در رو، چون تو خونه های ما گشته بود میشناخت دیگه. ای وای این آقا پدرته، ای وای این آقا رو نمیشناسی، وای چرا نشناختی، برو دست شما چکو. سلام علیکم با اون آقا مفصل کرد و آوردش خونه و آفتاب لبگن ورشو رو آورد دستشو بشوره و دیگه براش شربت آورد و شیرینی آورد و پذیرایی کرد و ما هم نشستیم حالا نگاه میکنیم که این آدم چیه. و هی اون نشون میزد اینجوری لپای خودشو میکرد، میگفتش حرف بزن. من نمیدونستم یه غریبه باش چی بگم. خلاصه این مدت نشست و بعد گفت من فردا با گلین آقا صحبت میکنم. گلین آقا هم بود که واسطه عروسی شده بود و گفتم بزرگ فامیل بود و این چه بابا رفته بود بهشون رو قرار گذاشت که همه هفته یه دفعه منو ببره و پول زیادی هم داد برام که بیاره و لباس و دیگه کیف مدرسه و چون دیگه بزرگتر شده بودم و اینا رو خرید. من 11 سالم بود اون موقع دیگه، برام رو پوشای جفت اتاق خرید و خیلی مفصل اینا. بعد گفتش که هر جور که مادر دیروز آمدم به مادرم گفتم این آقا با پدر من بودم و دوستش نداشتم. گفت چرا؟ گفتم خب من پدر آدم خیلی وقت باید ببینه، ندیده بودمش. بعد گفت نه دیگه باید خلاصه. ولی گفت ولی کتا رو نمیدم بری پیش پدره، باید همینجا بمونی. گفتم من از تو سوال میشم، همینجا موندیم پیش مادرم تا اینکه 17 سالم شد. دیگه مدرسه هم تموم شده بود و اصالم دیگه داشتم درس میخوندم از این چیزا. سال اول مامایی بودم که یه آقایی پیدا شد، آقای بهبهانی. حالا به اونجا میرسیم، شما کدوم مدرسه میرفتید؟ من مدرسه ناموس میرفتم. از ابتدایی رو مدرسه ناموس خوندم که اونجا مادرم تدریس میکرد زبان فرانسه رو. و بعد از اونجا که تا کلاس ششم اونجا رو خوندم، بعد آمدم مدرسه حسنات
خانم بهبانی، گفتید و نوشتید که مادرتون از همون کودکی شما 3-4 سالگیتون براتون مدام شعر میخوند و یا مثلا قصه های شاهنامه رو براتون تعریف میکرد و با این قصه های تاریخی شما رو میخوابون. کی اولین شعرتون رو نوشتی؟ اصلا چی شد که شعر نوشتی؟ من اولین شعری که نوشتم قایم کردم، از هم خجالت میکشیدم و رو نداشتم که بگم. یه دفعه مادرم چند سالتون بود؟ اون موقع 14 سالم بود. مادرم توی کارهای نوشته من که گشته بود و اینو پیدا کرده بود و نگاه کرده بود یه شعریه و اینا، این که نمیتونه اینجوری بگه و مال کیه بپرسم، راست گرفته نوشته و اینا. پرسید، گفت سیم بیا ببینم شعر مال کیه. من غزل بود؟ بله، شعری بود که مردمی هم بود. اتود تیغ کینه بکش از نیام خویش، از دشمن پلید بگیر انتقام خویش. دوتا بود، یکی دیگه هم دیگه، ای توده گرسنه و نالان چه میکنی، ای ملت پریش و ای ملت فقیر و پریشان چه میکنی، سرمایه دارها همه در کاخ زرنگار، تو در میان کلبه احزان چه میکنی. یه همچه چیزایی که حالا یاد نیست بخونم، هم فایده نداره زیاد. این شعرها رو گفته بودم، دو سه ورق بود، اینا رو پیدا که خوند و اینا. بعد گفتش که شعر میگی؟ من گفتم که نه. گفتش که نه، شعر خوبی. گفتم نه، فکر میکنم الان دوام میکنه یا این میگه چرت و پرتا چیه اینا. گفتم نه، مال من نیست. گفت نه، مال کیه؟ گفتم خب نمیدونم مال کیه. گفت مثل بعضی شعرهای ملک‌الشعرا حرام میمونه. گفتم که من دیدم این داره یا دروغ میگه یا اینکه میخواد مچ منو بگیره اینا. گفتم من که نمیدونم، حالا هر جور میخوایم خودتون حساب کنید. بعد هیچ دیگه آمد و بعد دارم فهمون که این شعر خوبیه و تو میتونی بگید. فرداش یکی از این دوتا شعری که گفته بودم فرستاد برای مجله بهار، روزنامه بهار. روزنامه بهار رو اون موقع یزدان بخش قهرمان صفحه ادبیش رو اداره میکرد. مادرم اینو فرستاد برای اون. بعد گفته اون شعر خیلی خوبی بود، مال کی بود؟ گفت مال دخترم. گفت دخترت چند سالشه مگه؟ گفتش که 14 سالشه. گفتش که خیلی برای دختر 14 سال این شعر زیاده، فکر نمیکنی که نباشه؟ گفته بود نه، من خودم دیگه تحتوش در آوردم و میدونم که این شعر مال دخترم. بعد یک چاپ کرد و من اون شعر چاپ شد. بله. به چه اسمی؟ به اسم سیمین خلیلی؟ به اسم سیمین خلعتبری. خلعتبری. من بدبخت از و از فامیل خلیلی بودم. از وقتی که مادرم شوهر کرد اون من خلیلی دیگه حساب نمیکرد، من رو خلعتبری حساب میکرد. من هم دیگه تشویق شدم، تون دو تون شعر میگفتم. شعر میگفتم دیگه حالا هم مثلا 15-16 سالم هم چه شد. یه انجمن هم تو خونه داشتیم که اون انجمن شبای جمعه تشکیل میشد، شعرها میامدن و سعید نفیسی گاهی نطق میکرد، گاهی بزرگان دیگه صحبت میکردن، مامینش شهریار میامد اونجا. و خلاصه تو اون انجمن هم من خیلی استفاده کردم. شبا میرفتم، شبایی که درست میشد این انجمن میرفتم شعر میخوندم و اون عده من رو تشویق میکردن و اگر یه عیبی تو شعرم میدیدم میگرفتن و من اونجا پرورده شعر شدم. بیشترم از همون موقع بچگی به غزل رو آورده بودم. وقتی تو خاطراتتون نوشتید که اولین شعرتون رو که مادرتون دید، بعد یک دیداری ترتیب داد که پروین اعتصامی رو دیدید. دقیقاً بله. پروین اعتصامی و مادرش آمدن درست الان جلوی چشممه که هر دوشون هم با روسری و
اینا آمده بودن. مادرش با چادر خود پروین باروسری آمدن و نشستن، چیزی به اید نمونده بود. مادرم براش شیرینی آورد، چاری آورد، دیگه خیلی پذیرایی کرد اینا. بعد گفتش که این دختر شعر میگه، میخواستم یه شعر یکی از شعراش بخونه برای شما ببینم قابل هست یا نه. وقتی که خوندم برای پروین گفتش که یکی از شاعرها خیلی خوب میشه، پر تشویقش کنیم، نگیم که بعد و فلان اینا. و من از همون موقع مهر پروین رو به دلم گرفتم، گفتم چه خانم خوبی. متاسفانه همون سال همون وقت آمده بود خونه ما، تقریبا 15 روز وعید داشتیم، ماه اسفند بود. بعد از ماه عید که آمد دیگه ندیدیمش، یعنی نه خودشو دیدیم نه دعوتی از ما کرد نه ما نه مادرم رو تونستون پیدا کنه. وقتی که به خونهش تلفن کردیم گفتن بیمارستانه. بعد یه چندی که بود دو سه روز که گذشت گفتن که فوت کرده با مرض حسبه، حسبش خیلی سنگین بود و فوت کرد. خیلی جوان بود، در شاید 34-35 سال بیشتر نداشت که فوت کرد. خیلی مهربان بود، من همون یه دفعه دیده بودمش ولی بیش از این میامد خونه ما، چون من قابل صحبت و اینا نبودم، نمیبردن منو پیشش. ولی اون روز مادرم که اینجوری بود پیشش و خیلی من به او علاقه من شدم. بعد از اون شروع کردم به خوندن دیوانه او، دیوانه پروین اعتصامی رو که خوندم دیدم همش کشش داره به دردهای آدمیان، همش کشش داره به وضع جامعه، همه اینها رو در چیز در تمثیل ها میاره اینا. منم گفتم من باید به همینطور باشم، من باید بر مردم هم یه فکر بکنم. یواش یواش هر چی که گفتم، خب برای خودم هم هیچ وقت فراموش نکردم، خیلی با غزل عاشقانه برای خودم گفتم، ولی بیشتر شعر من توجه به زندگی مردم داره. منتها سبکش با هم با سبک نیما فرق داره، هم با سبک پروین فرق داره. یعنی در مورد شعراتون صحبت میکنید دیگه، در واقع بعدش که گفتید در تا 16-17 سالگی دیگه شعراتون مرتب چاپ میشد. در 19 سالگی اگه اشتباه نکنم با آقای حسین بهبهانی ازدواج کردید. اون موقع دیگه به عنوان شاعر در واقع جا افتاده بودید. جا افتاده بودم. بله. و با شعرا در تماس بودید. بله. بله. بعضی رفتم که کیا رو میدیدید در اون زمان مثلا؟ اون زمان کیا رو میدیدم. بله. بیشتر مثلا با کیا دمخور بودید؟ ما چیز داشتیم انجمن ادبی داشتیم. کیا میومدن؟ اونجا میرفتم. بعد خود آقای بهبهانی گفتش که چرا این انجمن ما در خونمون درست نکنیم. خونه کوچکی داشتیم البته، ولی با باغچه داشت و قشنگ بود و اینا. هر شب جمعه اعلان میکردیم تو روزنامه اطلاعات که برای پذیرایی شعر دوستان حاضر هستیم. میامدن عده زیادی از شاعران میامدن، شاعرای بزرگی هم میامدن. ما اونجا سعید نفیسی میامد، فرات گاهی وقتا میامد. از این زمان هم بعد از ازدواج دیگه شما نام بهبهانی رو، نام همسرتون رو انتخاب بله. کردید تا امروز دیگه با همین اسم. بله. با اینکه بعدا هم جدا شدید از همسرتون نه؟ بله. ولی اون اسم رو حفظ کردید. اون اسم رو دیگه نمیتونستم کنار بزنم، چون هر چی میگفتم مردم نمیشناختن کسی دیگر جز من. ولی اینم بد نیست بگم، خنده داره. اسم من یه شعری ازم توی روزنامه مردم بود یا همچی چیزی چاپ شده بود به اسم با امضای سیمین خلیلی. وقتی که چاپ شد آمد خونه، شوهر من نگاه کرد گفت ها حالا خلیلی، حالا خلیلی، تو زن من خلیلی که اگه این دفعه یه دونه دیگه شعر تو دادی به اسم خلیلی، من اصلا اعتراض میکنم، نمیذارم، شکایت میکنم ازت. گفتم که خب پس چی بذارم؟ گفت سیمین بهبهانی. گفتم
هر چی باشه من میخوام شعرم چاپ باشه. و بعد بعد از ازدواج به تحصیلاتتون هم ادامه دادید؟ بله، بعد از تحصیلات چند سالی، 4-5 سالی کنکور میدادم برای دانشگاه ها، چه هر جا، چون دیپلم گرفته بودم کدوم دانشگاه برم، همه دانشگاه ها هم قبول میشدم غالبا، حتی نقاشی هم قبول شدم، ولی میامدم بچه کوچیک داشتم اینا، یه چند روزی میگذشت میدیدم که توانایی رفتن ندارم، نمیرفتم، یه از موقع اسم نویسیش رو میگذشت و من نمیرفتم، هی رفتم تقریبا در 12 تا کنکور دادم، همه رو قبول شدم. شوهرم برگه گفت انشالله انشالله تعالی دکترای کنکور میگیری. گفتم مسخرم میکرد. هیچی دیگه، ما بالاخره اونقدر صبر کردیم تا اینکه بچه های خورده بزرگ شدن. دختر من 5 ساله که شد، من دیگه رفتم دانشکده، 6 ساله شد. کدوم دانشکده؟ دانشکده حقوق. بعد حقوق خوندید شما در دانشگاه؟ بله، حقوق خوندم، لیسانس هم گرفتم. ولی هیچ وقت کار حقوقی نکردید؟ نکردم. خیلی هم دعوتم. اون موقعی بود که دلشون میخواست که مثلا وکیل زن داشته باشن، دلشون میخواست که کارمند به اصطلاح حقوقی زن داشته باشن، اینا هی میفرستادن دنبارم یا تلفن میکردن. گفتم من هیچ کار جز معلمی دوست ندارم. ما هم معلم بودم. چرا معلم چی بودی؟ معلم اولش که خیلی داستان داره. من خیلی دلم میخواست که کار کنم. ولی کار پیدا نمیشد. یه روز با شوهرم با پدر آقا آمدیم به وزارت معارف، یه کاری داشت. رفت بالا کارش که انجام داد، میدونست که من خیلی دلم میخواد کار کنم. آمد با این گفت اینجا یک چیز هست، مدرسه هستش که معلمش، معلم فیزیک شیمیش رفته بورس داشته، رفته امریکا و الان 3 ماه معلم پیدا نمیکنن اینا، تو میتونی درس بدی؟ من فقط دیپلم داشتم. گفتم آره، من تو مدرسه انقدر شیمیم خوب بود که خدا میدونه راستی هم شیمیم. من رفت بالا و دوباره من هم تو حیات وایساده بودم، دیدم یه کاغذ گرفت دستش، کاغذ همطوری روش نوشته بدون اینکه تحت شکل اقبال ابلاغ چیزی داشته باشه. من اینکه خب این چیزها تشریفات داره. گفتش که اینو دادن، گفتن همین بعد از ظهر برو این مدرسه، برو سر کلاس درس بده. شیمی درس بده؟ بله. ما رفت و اون چه که میدونستیم کنفرانس دادیم و خیلی روز اولی حفظ آبرو کردیم و اینا، و روز دوم و سوم بعد دیگه با همه اون کتابا رو درس دادم، شبا میامدم میخوندم، حاضر میکردم، اشکالات هم از یه دوستی داشتیم میپرسیدم اینا، تا و بعد میرفتم سر کلاس. یک 3 ماه که از سال گذشته بود، یه 6 ماهی هم اینطوری گذروندیم. بعد تعطیلات آمد دیگه، این بچه هم امتحان دادن و بعد هم نشد نمره هاشون. وقتی که سال آینده شد، من رفتم گفتم دیگه من میخوام ادبیات درس بدم. گفتن چرا از شیمی فیزیک چی دیدی؟ گفتم که خوب هست ولی خب من ادبیاتم بهتره. یه خوردم تازه سرکی تو مردم در آورد بودم، قبول کردن. یه خانم مدیر خیلی خوبی هم بود و اونجا شروع کردم به درس دادن. گفتم به شرطی که هم برای ما یه چند ساعت، 2-3 ساعتی هم حقوقش فیزیک شیمی درس بدی، 2-3 ساعت هم طبیعیات درس بدی. گفتم خیلی خوب باشه، من حرفی ندارم. پارسال درس دادم، استاد شدم. چی شد که اصلا کتاب چاپ کردی؟ خب دیگه شعرام جمع کرده بودم. من به همه کتاب ستاره شکسته رو چاپ نکردم، سعی کردم شعر برجستش رو چاپ کنم،
اونو همطور موند، بقیهش موند توی کتاب، ولی یا خیلی خوب بود یا بد بود یا هرچی بود، به نظر خودم دلم میخواست یه چیز آبرومندی بشه، کتابی که خیلی خوب پخش میشه. و همون جای پا که تیکه های خیلی قشنگی داشت که خیلی زود تو مردم منتشر شد، یعنی خیلی خوب استقبال شد از بله. دو کتاب اولیتون. مثلا نغمه روسپی رو همه مردم، اونا که کتاب خون بودن، شعر خون بودن، میخوندن و هی به من تبریک میگفتن. اون معلم و شاگرد رو میخوندن و هی به من تبریک میگفتن. و همش هم جنبه، بیشترش جنبه مردمی داشت، یه مقداری هم عاشقانه بود و خیلی کم، ولی بیشترش از همون اول جنبه دوستی مردم و فکر مردم بودن اینا. در همین نغمه روسبی وقتی که چاپ شد، خیلی در حدود 100 نفر به من زنگ زدن از دوستان یا غیر دوستان اینا که چقدر قشنگ بود، چقدر خوب بود، چقدر سوژه تازه‌ای داشت اینا. بعد مثلا همینو همه جا توی مدارس تکلمه میکردن شاگرد ها. من یادم میاد که نغمه روسبی که منتشر شد، 3 روز بعدش روزنامه اطلاعاتی یک اعلانی چاپ کرد که از طرف جمعیت زنان بود که ما زنها باید بریم یک سری به این ناحیه ده بزنیم و ببینیم که چه کمک‌هایی میکنن. و بعدم شنیدم که رفتن اونجا و یه چند نفر از اونا رو که میتونستن از کثافت در بیارن آوردن و براشون برای بعضی ها چرخ خیاطی خریده بودن، وسایل یادگیری خریده بودن و چیزایی که به درد بخور و نجاتشون داده بودن. خلاصه که همون سازمانی بود که والا حضرت اشرف اونجا درست کرده بود. شاید ویژگی اصلی این شعرهای دهه 30 و 40 شما بیشتر همون جنبه تغزلی و عاشقانه کارها باشه که خب خیلی پررنگتر هست، منتها با این تفاوت که خیلی اون لحن زنانه درش پررنگ هستش. یعنی مثلا خیلی شعرها شما دارید که در واقع برخلاف اون رویه غالب در تاریخ ادبیات ایران، عاشق نیست که برای معشوق داره شعر میگه، خود معشوقی که در وصف خودش داره میگه و در واقع خطاب به عاشق یا خطاب به مرد در واقع اون ویژگی های زن رو خیلی برجسته میکنه، پررنگش میکنه. در این سالها ترانه هم شما می نوشتید و فعال بودید و بعد هم به نه در این سالها من ترانه شما که به ترانه من از سال 45 شروع کردم به سرودن ترانه و بعدم رفتید توی شورای موسیقی صدا رادیو تلویزیون. وقت ترانه هاتون رو مثلا بیشتر چه خوانندگان و آهنگسازان؟ من ترانه رو واقعا برای پولش می‌خواستم و خیلی هم به من گفتن که نرو و چیز میشه، کوچیک میشه. اون موقع آغاز جون گرفتن من بود، ولی نرو. دوستان میگفتن میخوای چه کنی بری رادیو؟ گفتم نه، من دوست دارم برم ترانه بسازم. و یه ضبط صوت داشتم، برخلاف همه که میان مینویسن چرت و پرت، اسمش هم میذارن مهر، یعنی چیزایی هم وزن اون آهنگ مینویسن میبرن خونه، چیزای درست روی اون آهنگ میذارن، کلمات رو عوض میکنن، قشنگ میکنن اینطوری. ولی من از اول یه دون ضبط صوت کوچیک داشتم، میبردم خود آهنگ رو ضبط میکردم، میآوردم خونه، مینشستم وز وز میکردم، آهنگ رو میخوندم، شعر مطابق اون آهنگ میگفتم. و هیچ وقت روی شعر اینجوری که بنویسم رو بخونم. چند تا ترانه نوشتی؟ والا من حسابش ندارم. من در پولی که گرفتم فکر میکنم 300، روی اون اگر حساب کنم 300 ترانه داشتم. ولی چون خوشم نمیومد اصلا از این کار، این کار یک چیز اسمتون رو نمیذاشتید؟ نه اسمم هم میذاشتم، ولی اسمم هم بود. خیلی هم کیا بیشترین خیلی هم خوندن با خاندی کار کردم، با دو پیانیست خیلی
عجیب بود. خیلی آشنا کار کردم، با خرم کار کردم، با لشکری کار کردم، با لشکری ها سه تا بودن، با هر سه تاشون کار کردم، با تمام همه این ترانه ساز هم دوست داشتن که من براشون بسازم. اسم من رو گذاشته بودن اونجا خوب و زود. خوب و زود یه رستورانی بود توی شاه‌آباد که هم غذاش خوب بود، هم تا مهمون میرفت فوری میامد. اسمش هم گذاشته خوب و زود. به منم روی اون حساب که تا به من متن ترانه رو میرسوندن، من هم فوری دو سه روز بعدش به تحویلشون میدادم، یا غالبا شده بود که مثلا فرداش بدم. یه اسم هم گذاشته بودم بدیم به زودا بود، زود خوب. چون فاصله دهه 30 و 40 بعد از انتشار مجموع شعراتون و اینها، خب به عنوان یک شاعر کاملا در جامعه ادبی شما تثبیت شده بودید، بیشتر با چه شاعرایی شما دمخور بودید؟ خب در اون سالها به هر حال اوجگیری شعر نو بود و شعر نیمایی و شعر سپید اینا، ولی شما غزل و کمتر حالا چهارپاره رو شعر می نوشتید. رابطتون با شاعران شعر نو چطور بود؟ اول بار با شعر اخوان رو خیلی دوست داشتم. طوری بود که من کتاب اخوان هر وقت هر شعرش رو میخوندم عشق میریختم، تا اینکه صدا یه شب دیدم توی تلویزیون میگه که غزلی داشتم که میگفتم که به 50 منزلی 3 منزل نمانده بیش. این غزل رو میخوند از من توی چیز، بعد همچی کرد، یعنی بیشتر از اینا داره. و بعد خودش خندید، گفت ببخشید شوخی کردم و اینا. خوند، من تلفن کردم براش، گفتم آقا شما از کجا شدید که من در 50 سالگی بیشتر از بیشتر دارم، یا به 50 سالگی گفتم 3 منزل 47 سالگی بیشتر دارم، چی بود گفتی؟ خندید و اینا و گفت خونتون کجاست، آدرس گرفت و اینا و پاشد آمد. آمد دیگه از اون موقع دوست اون شدم. من هم تا همون موقع هم شعرهای اخوان رو خونده بودم، همه رو میخوندم و یا علی برای من میخوند. من از هر وقت شعر اخوان رو میشنیدم، چه شاد بود، چه غمگین بود، چه نمیدونم، یه تأثیری در من داشت که عشقم بیقیه، یعنی واقعا گریه سختی میکردم وقتی میخوندم. هر شعر مثلا خیلی خوبی داشت که عاقبت به خیر و غمگینانه هم نبود، ولی یک جور لطافتی، یک جور ظرافتی توی شعر اخوان و یک جور احساس قوی توی شعر اخوان هست که آدم را منقلب میکنه و من خیلی دوست داشتم این حالتو. تمام شعرهای اخوان رو خونده بودم، باهاش زندگی داشتم، خونه ما میامد برای مردنش یک شعر گفتم. شما نیما رو ندیدید؟ بله. نیما رو چرا ندیدم؟ روزانوش هم نشستم. نیما گاهی هم تو اون انجامنی که ما داشتیم میامد ولی تحویلش نمیگرفتن، چون اینجوری بود یه دو سه جلسه داشت و نیامد دیگه. ولی من رفتم پیشش، رفتم پیشش و شعراش میخوند برام و دوستش داشتم، خیلی دوستش داشتم. و جالب اینه که اونم خیلی به من محبت داشت. یک جایزه گذاشته بودن برای که اون موقع جنگ چیز بود، نمیدونم چجوری جنگی بود که سال 61 امریکایی میلادی، که زنده جنگ ضد جنگ شعر میگفتن براشون یک جایزه گذاشته بودن، چه به شعر باشه این، چه به نمایشنامه باشه، چه به نوشته باشه، هر چی باشه. من یک شعر خیلی بلندی گفتم و قبل از اینکه ببرم اونجا پیش نیما خوندم، تقریبا خیلی بلند که تمام شهرهای ایران توش جا گرفته بود و فلان. خوندم براش، گفت این بچه جون، نشسته بودم زد به گردنم، گفت شعر باید در
کمترین کلام موضع خودش رو نشون بده و تو شعر تو این شعری که گفتی بلنده این زیاد خوب است. گفتم خب به واقع رفتمونم برخورد رفتم شب اون شعر یک شعر دیگه دارم یک غزلته راجع به هر سه نژاد صحبت کردم توش خلاصه یه شعری دارم که زرد تو زرد نیستی سیاه نیستی قرمز نژاد سرخ نیستی تو یک نفر هستی همه عالم با هم دوست هستن کتابم بده پیدا کنم میخوای خیلی اون شعر قشنگیه که گفته بودم بعد رفتیم توی چیز و خواستن که جایزه بدن و اینا من هم نشسته بودم دو سه نفر دیگه هم بودن سعید نفیسی هم بود و اینا من همش دلم تاپ تاپ میکرد که خدای چی میشه بعد اون در جایزه رو دادن به کسای دیگه از جایزه شعر رو به جایزه من همطور بغ کردم نشستم اونجا قصدار رو نیما یک نگاهی کرد به منو یه نگاهی کرد به اون کسی که داره میگه گفت نمایش نامه که بر ما نیومده ما اینقدر چیز کردیم گفت نه نمایش نامه نداریم کسی ننوشته گفت خب یکی از اون مدال های نمایشگاه بده به سیمین اونا هم یک مدال دادن و ما صاحب مدال شدیم و تا مدت هم داشتمش مدال کوچیک به اصطلاح چیز جایزه اونجا بود که کوچیک بود و پره پره شش پره و مثل ستاره اون به من دادن و شما که این رابطه رو با نیما داشتید و اون دوره هم به هر حال دوره اوجگیری شعر نیمایی و شعر نو بود چطور هیچ وقت در واقع تحت تاثیر اون فضا قرار نگرفتید که به جای اینکه غزل به سرایید مثلا به شعر نو روی بیارید من شعر نیما رو خیلی خوندم خیلی هم دوست داشتم ولی دوست داشتم خودم یه چیزی داشته باشم هیچ وقت من تقلید از کسی نکردم غزل های من تقلیدی نیست هیچ کدوم چیزایی که خودم میخواستم بگم هر چی گفتم بیشتر البته اولش یه کمی بستگی داره به چیز ولی من وزن غزل رو تغییر دادم برای اینکه به گوش آشنا نیاد اون وزن و چیزایی که میذارم توی غزل اصلا توی غزل هیچ کس پیدا نمیشه من فرض کنید که از کشتن یه بیچاره‌ای صحبت میکنم که اعدامش کردن از چی صحبت میکنم ده تا بچه ای که با زیر دما زیر تجاوز مردم میمیرن از اونا صحبت میکنم کجا تو غزل این چیزا ممکنه بیاد و من فکر کردم ولی اصولا اصلا شعر نو ننوشتید هیچ وقت شعر نو یک بسته نوشتم گذاشتم اونجا نمیخوام چاپ کنم حالا شایدم بعد از مرگم چاپ کنم اونم شعر نو شعر چیزی نیست که کسی که قدرت داشته باشه نتونه در اون دوره‌ای که شما یک غزل می نوشتید یک زن دیگه که او هم در واقع از جهاتی شبیه بود او هم مسائل اجتماعی برای شما این بود هم مسائل زنانه ولی خب در شعر نو فروغ فرخزاد بود که البته از چهارپاره شروع کرده بود اون رابطه شما با فروغ و شعر او چطور بود؟ ما یک جلسه داشتیم که چندین ماه یا شاید بیشتر از دو سه سال با فروغ میرفتیم جمع میشدیم اونجا هر دفعه خونه یکی از ما مهمانی بود میرفتیم جمع میشدیم ما خیلی هم دوستانه زندگی کردیم نمیدونم چرا فروغ حساسیت داشت به من زیاد یک شب که یه جا مهمون بودیم و بساط مستی بود و هر کسی خودش از ته دل نشون میداد اون پرخاش کرد به من که تا اون موقع ندیده بودم پرخاش کرد طوری که گریم گرفت ولی خب به رو خودم نیاوردم
و دیگر اون جلسه رو نرفتم تا سال دیگه ندیدید فروغ ندیدم شروع تا سال مرگش تا موقعی که از جهان رفت متاسفانه من خیلی هم گریه کردم ولی دیگه به دیدارش نرفتم و حتی دنبال جنازش هم نرفتید ولی من با شعر فروغ خیلی آشنا هستم، خیلی شعرش رو دوست دارم. بعد از مرگش هم چندین به اصطلاح مقاله نوشتم که همه جا چاپ شد و خیلی در اون تجلیل کردم از اون در اون مقاله ها ازش و به نظر من هم فروغ شاعر بسیار توانایی، بسیار با یعنی دلش با دلش سخن میگفت و نزدیک بود به شعر، با شعر وابسته بود. ولی اینو بگم که طفلک دوچار مردم بود و میکشیدنش این ورور میبردنش و بعدم بهش خیانت هم میکردن. مثلا نمیذاشتن یه کار بکنه. کسی که این کار رو میکنه آیا میتونه بره هنر پیشه تئاتر هم بشه یا نمیدونم از این کار سرگردون شده بود این اواخر یه کمی به کار خودش نمیرسید ولی تا زنده بود بهترین شعر رو در اختیار مردم گذاشت و هر کس که به او خورده بگیره باید بهش لعنت بفرسته. الان حرف فروغ شد یادم افتاد که هم شما هم فروغ از اون غزل معروف ابتهاج هر شب سایه. بله سایه هر دوتای شما به استقبال اون غزل رفتید و در این زمینه در واقع شعر مشترکی دارید شما. همونطور که خودتون هم گفتید مثلا ما ببینیم تا سال 52 روند شعری شما مسیر طبیعی خودش رو پیش میره، اون شعر عاشقانه تغزلی. بعد یهو وقفه پیش میاد در انتشار مجموعه شعر شما. دیگه از 52 به بعد اگه اشتباه نکنم کتابی از شما چاپ نمیشه شعر تا بعد از انقلاب که یک بار کتاب خطیز سرعت تو از آتش منتشر میشه که اصولا اصلا وارد یعنی ما با یک چهره جدید از سیمین بهبهانی آشنا میشیم، یک زبان جدید، غزلی جدید، اصلا در معنای نامتعارف با اون شناختی که ما از غزل پیش از اون داشتیم، کلمات دیگه و مسیری رو شما پیش میره چه در مضمون و تم، چه در شکل غزل، اوزان عروضی که به کار میگیرید، تعابیری که به کار میبرید که باعث میشه از شما به عنوان نیمای غزل یاد بشه. یعنی خیلی میبینیم مخصوصا اون چیزی که نیما تاکید میکرد که دکلاماسیون طبیعی کلام یا اون آهنگ طبیعی کلام خیلی در غزل شما به راحتی و خیلی طبیعی نمودار میشه. این تغییر و تحول چگونه در شعر شما اتفاق افتاد؟ خب اینا نتیجه تمرینه. من روی شعرهای کلاسیک خیلی نگاه کردم، دیدم بسیار پوسیده هستن بعضیاشون، در عین محکم بودن، در عین اینکه تمام آداب شعر رو و واجبات شعر رو رعایت کردن دیگه مال این زمان نیست و زمان روی اونها خیلی زمانشون قابل استفاده نیست دیگه. و اینه که فکر افتادم که باید درست کنم. من هم از اول با زبان ساده روی کار آمدم ولی وقتی که شعر را تغییر شکل دادن من فکر کردم که باید اصلا یه جور دیگه زبان هم مطابق باشه. الان من در کتابم با زبان‌های مناسب با شعر متنوع صحبت میکنم. مثلا فرض کنید که اون بچه که میره دنبال بادام دلش میخواد میره تو مغازه، اون یه جور شعرش و مثلا ما میگه ای وای دزدیدی مادر، این میخوره به این شعر. یا اینکه مثلا دیدی که آبرومون رفت، این اینا شعر کلام شعری نیستن. اینا ولی در شعر شما به نعمت شعر
به نعمت اون قدرتی که مطلب شعر داره این فروش شعر. یعنی من میتونم بگم که بسیار بسیار اون فکر و اون احساسی که این شعر رو میسازه کلمات رو هم میسازه مطابق اون چه که باید. مثلا شما بله همینطور الان به یادم میاد مثلا غزلی دارید که خیلی هم زیباست و در نوع خودش اون هم نگاه متفاوتیه که کمتر شنده شده. مثلا یا رب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم. از اون غزل مثلا میرسیم، من یادم میاد اولین بار که این غزل شما رو نوجوان بودم خوندم و واقعا مبهوت موندم. شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد، خشم است و آتش نگاهش یعنی تماشا ندارد. خب فاصله خیلی زیادی هست بین این دو غزل، بین این دو نگاه به جهان. چگونه شما در واقع چگونه به این تغییر، این نگاه متفاوت و این درک متفاوت چگونه در شما پدید اومد که از اون من شخصیتون اینقدر فاصله میگیرید و اینقدر اتفاقات رو، جنگ رو مثلا اینجا، خب این شعریست برای یک جانباز جنگی، کسی که پاشو از دست داده در جنگ، و این رو به این شکل با این احساس میتونید منعکس بکنید، این چگونه اتفاق افتاد در شما؟ ببینید را یکی پختگی میخواد. هرچه سن من بالاتر رفت پخته تر شدم دیگه، از اون خواهش های بچگانه یا خواستارهای عشقی خیلی تند و دور افتادم و یواش یواش فکر کردم که احساس من باید مطابق با سن و سالم باشه. شاید اینجوری، حالا من که اینجور شما تجزیه تحلیل میکنید، من تا حالا پیش خودم که تجزیه تحلیل نکردم، ولی فکر میکنم که یادم میاد که یک سال من کتاب های یک سال تمام کتاب های شاعران هند رو میخوندم و اونا رو که میخوندم میدیدم خیلی کهنه است، ولی در عین کهنگی خیلی زیباست. فکر کردم که خب آیا میشه که آدم، شاید اونا رو من تأثیر گذاشته باشه، ولی بازم یادم میاد روز که داشتم عروض میخوندم، پدرم رسید گفت چی میخونی؟ گفتم دارم وزنه عروضی رو میخونم از به اصطلاح کتاب عروض. گفت ول کن، اینا به درد نمیخوره، اگه وزنی میخوای باید خودت به فکرش باشی و این کار اینا ما شعر رو خشک میکنه، اینا مغز رو خشک میکنه، بذار بنداز دور. من از اونجا به فکر افتادم که چجوری وزن رو بندازم دور و بعد میدیدم که من شمردم دیدم حافظ 17-18 تا وزن داره، شمردم دیدم که حد اکثر تو مولوی 27-8 تا چیز میتونیم با وزن پیدا کنیم. گفتم که این که نمیشه که وزن شعر اینقدر. خب وزن شعر آزاد تا الی قیامت هستش به اندازه خودش. من شروع کردم به تغییر وزن دادن و وزنه یعنی آگاهانه که... این کار رو انجام دادید؟ بله آگاهانه. بله و بعد شعرها رو البته نمیشه گفت شعر آگاهانه است، میاد این تغییر وزن اگر آدم خودش رو بکشه و حالش رو نداشته باشه او خودش نخواد نمیاد. و من اینطورم، یه وقت میبینید 4 ماه نمیتونم دست به قلم ببازم، ولی وقتی که خودش میاد من دیوونه میکنه، مجبورم بنویسم، هر کاری داشته باشم، هر جا بخوام برم همه رو ول بکنم. علاوه بر اون بحث مضمونی و اینکه شعر شما مخصوصا در 3 دهه گذشته بعد از انقلاب 57 واقعا به یکی از آینه های تمام نمای جامعه ایران و تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران بدل شده، یعنی کسی اگر شعرهای شما رو مرور بکنه میتونه فضایی رو که بر مردم گذشته در این 3 دهه مجسم بکنه و در بیابه. ولی چون بحثمون روی وزن بود، چیزی که توجه خود من رو جلب کرده این بود که خیلی از غزل‌هایی که شما گفتید، خب همونطور که به درستی اشاره کردید اوزان رایج در تاریخ ادبی ما شاید 30-40 تا بیشتر نباشه که اکثر شعرها و شعرهای
در واقع محبوب رایج در یکی از این اوزان و چند بحر مشخص سروده شده. ولی در اوزانی که شما به کار گرفتید که یا بدیعن به طور کامل یا اینکه خیلی کم به کار گرفته شدن، چیزی که توجه من رو جلب میکرد این که خیلی اوزان دوری هستن، یعنی نیم مصرعهایی هستن که کنار هم میشینن یک مصرع رو تشکیل میدن و چهار تا نیم مصرع یک بیت رو به نوعی. آیا تاثیر چهارپار این کار رو کردید؟ نه. یا این چی البته بوده؟ شرای به اصطلاح دوپاره هم دارم که دو مصرعی هستن که تکه بارو نمیشن. بله، ولی اینها بیشتر هم هستن که وزن تازه دارن. بله. یا شعرهای دیگه ای دارم که با دو وزن سروده میشن، را هم هستن یه چند تایی، و شعرهایی هم دارم که خب وزنش تازه هست ولی دوریه. دوست دارم این رو چون کوتاه این جمله ها میتونم که دو تا تکتر پیش هم بزنم و دو مزمون رو یا دو بیشتر میتونم حرف بزنم، بیشتر میتونم. یعنی اینجا برعکس شعر کلاسیک ما وزنه که تابع میشه، وزنه که پیروی میکنه. این شاعر نیست که مضمون و کلام خودش رو پیرو و تابع وزن میکنه. حالا در شما برعکس اینه شعر شما. حالا من اینو نمیدونم، ولی راستش بگم شاید بخندی. من غالبا تو خونه که هستم من موسیقی رو خوب میدونم و اینا میدونستم، ولی صدام خیلی زیاد خوب نیستش، ولی درست میدونم. من تو خونه که هستم یه وقت حواس میکنم که مثلا تو شور یه چیزی بود ولنگ ولنگ کنم، همطور که ولنگ ولنگ میکنم یه چیزی هم روش میذارم بدون این که توجه بکنم که این با کدوم وزن مثلا میخواد جور در بیاد. این وزن طبیعی ساخته میشه بدون این که من بخوام بسازم. من همه شعرامو با همین زمزمه کردن میسازم و اون زمزمه من هست که میدونید زمزمه موسیقی مثل مثل زدن طبل نیست که حتما باید دو جا بزنی سه جا بزنی فلان، این هر جا کشش داره دلش میخواد میاد. من در واقع از اون پیروی میکنم که هر جایی که منو میکشه دنبالش برم، بعد خودش وقتی کنار هم میذارم منظمش میکنم، به اندازش میکنم، سر دومشو میزنم، می‌بینم که خب یه غزل شده با وزن تازه، خیلی هم راحت. بعد از انقلاب و جنگ اساساً به نظر می‌رسه که شما یعنی یک سیمین بهبهانی جدید متولد میشه که این در شعرش هم به خوبی هویداست اگر با شعرهای دهه 30 40 مقایسه بشه، ولی حتی رفتار اجتماعی زندگی اجتماعی شما هم کاملا متمایز هست، یعنی میشه این تمایز رو دید. شما بعد از انقلاب مثلا در کانون نویسندگان خیلی فعالانه حضور پیدا میکنید، در فعالیت‌های مرتبط با حقوق زنان خیلی فعال بودید در این سال‌ها. این فعالیت سیاسی یا اجتماعی، یعنی زندگی اجتماعی شما چه ربطی چه پیوندی داشته با زندگی ادبی و شاعرانه شما؟ اینا چطوری بر هم تأثیر گذاشتن؟ من نمیدونم، ولی خب هر حرکتی یا هر اتفاقی که در تاریخ بیفته روی آدم تأثیر میذاره. الان چند سال پیش به من گفتن که بیا در دانشگاه UCLA کالیفرنیا و موضوعش شعرت هم چیز باشه از انقلاب تا حالا. حالا اون موقع مثلا فرض کنید که 30 سال 28 سال بود، نمیدونم چند سال بود، مثلا نشد. من اومدم که چیزی بنویسم، کنفرانسی بنویسم، دیدم هیچی دم دستم نیست که چه اتفاقاتی پی در پی افتاده و خدایا چی کار کنم، کتابی نیست من به اون رو مراجعه بکنم. خب این یه چیزی هست که از آدم سند بخواد. و یه دفعه کتاب خودم هم چیز تازه چاپ شده بود و کتاب کلوفته که تا سال 82 شعرامو چاپ کرده، همه کتاب رو یه جا جمع نه من بازش کردم، البته همه جاش هم تاریخ نداشت. تا باز کردم دیدم از انقلاب به این طرف
من تاریخ گذاشتم زیر این حوادثی که اتفاق افتاده. هر شعری رو که نوشتم برای هر مطلبی بوده، چه عاشقانه چه غیر عاشقانه، زیرش تاریخ گذاشتم. شروع کردم خوندن، دیدم تاریخ ها، حتی مثلا مرگ شریعت مداری، نمیدونم من کشتن نمیدونم فلان، جنگ از کجا شروع شد، چه که شروع شد، چه اتفاقی افتاد، اینا همه یه شعر داره برای خودش که از روی من میتونم تاریخ 25-30 سالی که از من خواستن بنویسم. فقط باز کردم اینا رو نگاه کردم و اون چه که به دردم میخورد از اینا گرفتم و اتفاقاتی که افتاده بود از قبل اینکه مثلا کانونی ها رفتن ول کردن کانون رو، یا اینکه دوباره کانون تعطیل شده بود جمع شد، یا اینکه نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد که اتفاقات مهم به کشور ماست در شعرهای شما کاملا متجلی شده. برای همین میخواستم، مثلا شما خودتون در یکی از غزلاتون میگید به شعر رو در واقع سلاح و نرو فریاد خودتون میدونید که برای تغییر این وضعیت، اگه خاطرتون بیاد که کدوم غزل رو. ولی اولین چیزی که من در انقلاب شعری که گفتم اون شعری است که نمیتوانم ببینم جنازه ای بر زمین است. شبش اون جنازه ها رو در سر سقف اون مدرسه، بله مدرسه علوی، تیرباران کرده بودن و شنیدم که آب به جای آب خون از ناودان ها رفته پایین. این خیلی در من تاثیر گذاشته بود و فوری شعرش کردم. هنوز انقلاب 2-3 روز ازش بیشتر نرفته بود که این اتفاق افتاد. یه روز دیگه آمدم تو خیابون، در همون حوالی دیدم که یه بچه کاغذ دستش گرفته، آی فوق العاده. یه دونه خریدم، دیدم که قتل چند نفری که با سیلی و چیز اول تهدیدشون کردن و اینا، افسرها و اینایی که در مال ایران بودن، این یکی اینا رو توجیه کرد و داده و اینا. من نمیتونم اصلا از زور ناراحتی بخونم شد. تمام اینا شعراش هست. خب حالا هم شعراتون و هم شخصیت خودتون و باورهاتون، رفتار شما و فعالیتهای اجتماعی و سیاسیتون، مخصوصا که خیلی صریح اللهجه هستید و بیپروا نظرات خودتون رو مطرح میکنید، خب این خودش باعث ایجاد مشکلاتی هم برای شما شده، از جمله مثلا کتاب هاتون با تأخیر چاپ میشه یا خیلی امکان انتشار پیدا نمیکنن، یا حتی مثلا مانع سفر شما میشن. این آیا تأثیر گذاشته روی شما این مشکلات و موانعی که بر سر راه شما گذاشته شده؟ تا حالا چه نه، تا حالا حرف خودم رو زدم، اون چرا که میخواستم بگم. ضمناً یه چیز بگم، من همیشه گفتم من با مرگ مخالفم، من با کشتار مخالفم، من با زندانی کردن مخالفم. اگر که اینا این کارا رو میکنن کارای اضافی است، میتونن که یک مملکتی درست کنن که واقعا بدون احتیاج به این همه جنگ و این همه احتیاط و این همه چیز باشه. این مملکت طوری شد که منتظری که جزء اعضای خانواده این مملکت بود و تاج سرشون بود و قرار بود بعد از هر کس که بمیره این زمامدار بشه، از این رو برگشت و مردانه برگشت. من برای من واقعا یه مرد، یه آدمی هستش که حسابش درست بود در زندگیش. تا اونجایی که میدونست که باید کار بکنه کرد، وقتی هم نتوانست نکرد. به هر حال من فکر میکنم که به هیچ کس غرض ندارم. شعرها معلومه، مار اگر مار خانگیست در امان میگذارمش. وقتی که این شعر رو یه وقتی گفتم که همه روز بیشتر روزنامه های ایران به من فحش میدادن، من رو شاعره معروفه میخوندن، برام
سوابق خیلی تاریکی دروغ میگفتند و ترتیب میدادند. به من علناً به اصطلاح بی احترامی میکردند. تو روزگار یکی از دوستان من همین روز عصر برای اینکه یا شوخی کنه یا من از چیز در بیاره جرأت بده روزنامه رو میگرفت میگفت امروز میدونی چی رو نوشته برات؟ این شاعره معروفه نمیدونم فلان فرداش رو نوشته همین این حرفا بود که برای من جگرخراش بود. تو فوش میدادن تو از سابقه که بودی نمیدونم چی کار کردی چی کار کردی سرت نمیدونم باز بود پات باز بود از این چیزا اونقدر داشتم که نهایت نداشت. غالبا گریه میکردم ولی در همین اوان مار اگر مار خانگی است در امان میگذارمش گرچه ویداد میکند همچنان دوست میدارمش. این یه تعبیر. البته یه تعبیر دیگه جای دیگه دارم که میگم که من نمیخوام کسی بمیره. الان براتون میخونم اگر یادم بیاد. خوبه اگر یادم بیاد اینو بخونم. رفته بودم یه جای سخنرانی و یه شعر خونده بودم و میکروفون رو خاموش کرده بودن. من باز ادامه داده بودم چیز رو خاموش کرده بودن چراغ صحنه رو خاموش کرده بودن باز ادامه داده بودم. یادتون میاد شما؟ اون موقع من ایران بودم. آره اون موقع. و من آمدم خونه چی ساختم چی نوشتم نوشتم یک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنم یک متر و هفتاد صدم از شعر این خانه منم یک متر و هفتاد صدم پاکیزگی ساده دلی جان دلارای غزل جسم شکیبای زنم زشت است اگر صورت من خود را در اون می نگری هی ها چه سنگم نزنی آینم می شکنم از جای برخیزم اگر پرسایم ویدبونم بر خاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم یک مغز و صد بیم اساس فکر است در چهار قدم یک قلب و صد شور هوس شعر است در پیرهنم ریشه هم تیشه مزن حیف است افتادن من در خشک ساران شما سبزم بلوطم کهنم ای جمله گیری دشمن من جز حق چه گفتم به سخن پاداش دشنام شما آهی به نفرین نزنم انگار من زادم تان کشتاب و بدخوی رمان دست از شما گر بکشم مهر از شما بر نکنم انگار من زادم تان ماری که نیشم بزند من جز مدارا چه کنم با پاره تا جان و تنم هفتاد سال این گل جا ماندم که از کف نرود یک متر و هفتاد صدم گورم به خاک وطنم هرچی میکنی بکن من فرشت نمیدم من نمیخوام اذیتت بکنم نمیخوام بمیری نمیخوام نفرینت کنم نمیخوام زار و خرق خب خوب باشی من چیزم به اصطلاح نگاهم این هست امیدوارم که بتونم موفق بشم بتونم یه نفر اقلا نجات بدم از بدخویی و خانم بهبانی شما در کنار شعر که به هر حال دل مشغولی و دغدغه اصلی شما بوده در درجه اول شاعر هستید ولی قصه هم نوشتید قصه‌تون در مثلا کلید و خنجر یا مثلا کتابی دارید که خاطرات شماست یاد بعضی نفرات که دوستان و همراهان زندگیتونه یا مثلا نقد نظریه که ازش همه استفاده می‌کنن یا نقد و نظرهای زیادی در مورد خیلی از شاعران شما مثلا هم نوشتید یا مثلا
یا در مورد مثلا زندگی خودتون با همسرتون منوچهر کوشیار به آن مرد همراه هم رو نوشتید، یا کتاب تازه‌تون که همراه با مادرم که یک در واقع خود زندگی نام نوشته و همینطور روایت زندگی مادرتون و تعدادی از اشعار مادرتون چاپ شده. بله. در نثرتون به نظر میرسه مسیر متفاوت با شعر رو پیش میره، یعنی اونجا به عنوان یک قصه نویس می نویسید نه به عنوان یک شاعر. رابطتون با داستان و قصه چطور بوده؟ اونم خوبه. من از بچگی توی مدرسه که بودم انشا که می نوشتم همیشه جمعه‌اش 20 بود، یعنی از کلاس سوم ابتدایی تا هر وقته، برای اینکه فوری می رفتم سراغ داستان، فوری می رفتم سراغ چیزای جالب توجه، به فکرم می رسید اونا رو می نوشتم. اصلا معلمات بود. در مورد کتاب آخرتون همراه با مادرم بگید، خود زندگی نام نوشته ولی روایت شما و مادرتون از سه تا راوی از سه دیدگاه نوشته شده. این تجربه‌ای که کردید در مورد این کتاب هم بگید برای ما. این کتاب یه سبک تازه نوشتن داره. به اولا به شکل نامه نوشته شده. این نامه با یک کسی هست که حالی یا خیالی یا حقیقی مورد علاقه منه، من او رو مخاطب فرضی، یا اینکه کسی هست که من به او احترام میذارم. در واقع درویش ها چه میگن؟ بگو. مراد شماست. مراد من. بله. مراد منه و این چند روز که من ناخوشم اصلا سیونه ها شدم. این کتاب یک خصوصیت داره که یک چیزش نام است. یه شیوه نوشتنش نام است. از اون شیوه بلافاصله برمیگرده به سرگذشت، گفتن حکایت. از اونجا در وسط حکایت یک کسی از اینجا نشسته فلومن که اون دائم ایراد میگیره به من. نه، این که گفتی غلط بود، این که گفتی ایراد داشت، این که گفتی راست نبود، یا این که گفتی اینجوری بود، اینم اون دایه هست که اونجا هست. تا حالا چنین کتابی با این شیوه ابتکاری نوشته نشده. یعنی این چرا اینجوری کردم؟ برای اینکه با سه زمان بتونم چیز داشته باشم. الان این کتاب تا سال 45 تموم بشه، ولی شما تو آثار کارهای 45 تا سال 92 رو میتونید توش پیدا کنید، توی گفته های گذشته این کتاب پیدا کنید. این شیوه بود که من احتیاج داشتم که در یه شیوه و در یه خط را نرم، در خطوط مختلف بتونم عقب برم، بتونم جلو بیام، بتونم به وسط کار رو بگیرم. اینطوری بود. شاید خیلی از دوستان شما به این سوال داشته باشن که متاسفانه به دلیل به بیماری که در سالهای اخیر داشتید، از جمله اینکه به بینایی چشمتون به هر حال کاهش پیدا کرده، این کارهای جدید رو می نویسید؟ چطوری می نویسید؟ یا اینکه تقریر می کنید؟ حالا الان دو سال از تموم کرده. این کتاب رو من نصف بیشترش در حدود 15-20 سال پیش نوشتم. بعد یه وقتی سردی از آدم پیدا میشه، دیدم که نه، این حیفه. دوباره شروع کردم بعد از دو سه سال، شروع کردم نوشتن. یعنی یه چیزایی می نوشتم اونقدر برام غم انگیز بود که خودم هم منقلب می کرد. یه دفعه گذاشتم دارم. گفتم دیگه اونجا با پاش نوشتم توی کتاب، دیگر چیزی نمی گویم. که ناشر آمد گفت دیگه نمیخوای چیزی بگی، آخه این کتاب نیمه کار مونده و اینا. بعد گفتم شاید دوباره تمومش کنم. اون وقت بعداً بود، یعنی در دو مرحله این کتاب رو من تموم کردم و گفتم که هنوز مثلا تا سال 45، ولی آثار چیزایی که در بیشتر از 45 اتفاق افتاده اینا توش منعکسه. آیا کتابی دارید که همچنان یعنی با مشکل سانسور روبرو باشه، اجازه انتشار نداده باشن،
یا کتاب چاپ نشده ای دارید که آرزو دارید چاپ بشه؟ والا الان من هنوز مطابقه نکردم که همین کتاب رو چقدرش سانسور کرده باشن خدا میدونه، ولی خب کتاب بود و فرصت هم نداشتم بخونم و چشم هم نداشتم و اینا دیگه گفتم علل و همه قطعه هست اونجا درآمد تا درآمد. مجموعه شعر یا مجموعه قصه چیزی آماده انتشار دارید که یک مجموعه دیگه داشتم به اسم شش کتاب که توش قصه ها بود و یه جا قیه کرده بود و قصه ها و مقالات چیز رو یه جا کرده بودیم و اینا رو 800-900 صفحه میشد. اینو دادی به ظاهر شد دیدیم ردش کردن، ناشر ورداشته از طرف خودش چند تا داستان و چند تا مقاله بی خاصیت و چند تا چیز رو داده تو اون که چاپش کردن، باقی که چاپ نشد اون کتاب که زایش شد هیچی. 6 تا کتاب بود که یه درهمشون کرده بودن و از اون 6 تا کتاب مثلا 2 تاشو 3 تاشو گذاشتن و داستان ها رو هم گذاشتن و همه رو تراشیدن. سانسور که بیداد میکنه دیگه. یک کتاب همین چیزم که احتمالم چون من دوباره خونی نکردم ولی از روی این حکایتی که گفتن نیست توش گفتم اینم حتما هر جا مثلا اسم عرق یا اسم چیز عرق و عرق تن چی می نویسن؟ این رو فکر کردن عرق تن مثلا اون عرقه عرق رو دارش رو چیز گرفتم. خانم بهبانی واقعا خیلی ممنون که با این بیماری و حال نامساعد و خستگی پذیرفتید که این گفتگو رو انجام بدیم.